به نام خدا، در پرزنتی که در خدمتون هستم میخوایم دو تا رخداد رو با هم مورد بررسی قرار بدیم، یه رخداد جهانی و یه رخداد داخلی برای مرکز ماهر، و امیدوارم که این پرزنت به کسی بر نخوره و انتقاد سازنده ای باشه. سعی شده که این انتقاد سازنده باشه و شاهد یه سری اتفاقاتی که توی این پرزنت در مورد صحبت میشه و دلایلش گفته میشه در آینده نباشیم، و امیدوارم که با نگاه باز به این پرزنت نگاه بشه، با نگاه مثبت به این پرزنت نگاه بشه و هر روز مرکز ماهر رو به موفقیت و پیشرفت باشه. اول من خودم معرفی کنم، من محمد جورجندی هستم. روحی منو با وبسایت فورم شبگرد میشناسن، یه گروهی با وب آموز میشناسن، و اینکه جدیدن هم یه کاری کردیم به اسم تلسکم که توی همین همایش آفسک در موردش صحبت میشه. یه وبسایتی است که برای جرایم رایانه است. ایمیل من m.georgiandy@gmail. اگر بخواید منو پیدا کنید، روهای زیادی وجود داره که پیدا کردن من تو اینترنت اصلا کار سختی نیست. اگر اجازه بدید پرزنت رو آغاز کنیم، بذارید ببینیم که اصلا جایی به اسم مرکز ماهر چرا انتخاب شده برای این پرزنت و اصلا مرکز ماهر کارش چیه. بر اساس توضیحی که در وبسایت خود مرکز ماهر اومده، نقشه و وظایف مرکز ماهر گسترده است و در کل یه سرت مرکزی برای ایرانه که همه کاری میکنه، از تبادل تجربیات، تحلیل پاسخگویی رخدادها، تحلیل آمارها، تبادل آمارها با سازمانهای زیر مجموعش و دیگه تا آموزش، نیروی انسانی و هر کاری که مرتبط با رخداد و امنیت بوده جز وظایف ماهره. مرکز ماهر زیر مجموعه سازمان فناوری اطلاعات ایرانه. اینجا دوباره یه توضیحی در مورد وظایف مرکز ماهر بر اساس اطلاعاتی که من از خود سایت وزارت ارتباط فناوری اطلاعات پیدا کردم. اینکه برام این تیکه جالب بود که هم بخش دولتی رو ساپورت باید بکنه و هم بخش خصوصی که مجوز میگیرن رو، که خب تمام کسایی که تو حوزه آی تی کار میکنن یه جوری یه مجوزی از وزارت ارتباط فناوری اطلاعات دارن و یه جورایی زیر مجموعه ماهر هستن و ماهر باید نسبت به اونها هم احساس مسئولیت داشته باشه، و همچنین بخش عمومی باید یه سری اطلاعات ماهر در اختیارشون قرار بده که از این اطلاعات به صورت آزاد میتونن استفاده کنن و سطح دانش عمومی رو بالا میبره تو بحث امنیت. بریم ببینیم که توی یه رخداد جهانی که رخ میده ماهر چیکار میکنه. و از اینجای اسلاید به بعد تاریخ‌ها رو لطفاً تو ذهنتون داشته باشید، چون تاریخ‌ها مهمن. جمعه 25 فروردین 1396 یه گروه هکری به اسم شادو بروکرز میان، یه فریمورکی رو از NSA، یه تولزی، مجموع ابزاری از NSA یا سازمان اطلاعات مرکزی امریکا رو، National Security Agency رو، میان پخش میکنن تو اینترنت و در اختیار عموم قرار میگیری همچین ابزاری. و این ابزار یه ابزار خیلی وحشتناکی بود به خاطر اینکه کاملا استفاده شده توسط یک گاورمنت، برای نفوذ استفاده شده این ابزار، کاملا آفنسیو و مجموعی از اکسپلویت ها و ابزارها برای گرفتن دسترسی، نگه داشتن دسترسی، و در کل خیلی وحشتناک بود اون چیزی که من دیدم، حداقل نظر منه. یه هم چیزی ریلیز شد و اسم این گروهی که توی NSA از این ابزار استفاده میکنن بر اساس نامگذاری کاسپرسکی اکویشن گروپه. حالا چرا اسم اکویشن انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه اینقدر این گروه عجیب غریب برخورد کرده و اینقدر از انکریپشن های مختلفی استفاده کرده که اسمشو گذاشتن گروه معادله. بر اساس دیتایی که کاسپرسکی در سال 2015 ریلیز کرد، یه سری هلوش 500 تا بدافزار رو توی 42 تا کشور دستبندی کرد که یه جوری اینا رو ارتباط داد به گروهی که اینجا دارید میبینید، و اینو مرتبط دونست با NSA امریکا. پس ببینید که یه چیزی اومده تو اینترنت که خیلی وحشتناکه و تقریبا میشه گفت امنیت، یعنی باید تحلیل بشه و امنیت خیلی از سامانه ها رو میتونه به خطر بندازه، چون از الان به بعد دست خیلی هست دیگه.
بجز اینکه حالا قبلا دست NSA بوده هیچی، ولی از الان به بعد دست خیلی هاست دیگه، هر کسی میتونه این ابزار بگیره و استفاده کنه. حالا بخش خوب قصه اینه که استارت زدن این ابزار کار راحتی نبود و اینکه نمیشد اینجوری بگیری کلیک کنی رانشه، ذره قلق داشت و به خاطر همین من شواهدی رو پیدا نکردم که تو ایران خیلی کاربردی داشت و استفاده میشد، حداقل چیزی نشون نمیداد. اولین راهنماهایی که براش اومد چینی بود که نشون داده بود این کارو باید بکنید که این ران بشه و تحلیل کرده بودن ابزاراش. یه مجموعه از اکسپلویت ها توی این فریم ورک بود که مهمترینش اکسپلویتی بود به اسم اترنال بلو. اکسپلویت اترنال بلو چیکار میکنه؟ این میاد بر اساس یه آسیب پذیری روی SMB و روی پورت 445 روی همه ویندوز ها، یعنی روی تمام نسخه های ویندوز این آسیب پذیری کار میکنه، میاد دسترسی میده به اون فریم ورک. بعد از اینکه دسترسی به فریم ورک میده، شما با هر اکسپلویتی که بتونی با اون فریم ورک دسترسی بگیری، ابزاری داره به اسم دابل پارسر که این دابل پارسر نقش یه پست اکسپلویت رو بازی میکنه، یعنی بعد از اینکه اکسپلویت رخ میده این میشینه رو سیستم و دسترسی اون گروه رو به اون سیستم از اون لحظه به بعد دیگه هموار میکنه و نگه میداره دسترسی رو. حالا دابل پارسر رو تو ذهنتون داشته باشید، پس اگر من از این فریم ورک استفاده کنم و دسترسی بگیرم از سیستم، حتما اون سیستم از اون لحظه به بعد دابل پارسر داره. یه چند تا خبر رو با هم دیگه ببینیم. یکم برگردیم به عقب، سال 89، دوشنبه 15 آذر 89 خبرگزاری مهر، اون چیزی که من سرچ کردم و پیدا کردم، یه خبری رو آورده که حالا منبعش نمیدونم کجاست، ولی توضیح داده در مورد این که مرکز ماهر یه پروژه‌ای رو استارت زده به اسم هانینت ملی. برای اون دوستانی که نمیدونن هانینت چیه، اینه که ما میایم یه سرورهایی رو، یه سرویس‌هایی رو توی شبکه‌های مهممون قرار میدیم و هکرها به اون سرویس‌ها مشغول میشن، یا یعنی اینکه اون سرویس‌ها اگر ترافیک عجیب غریبی رو شبکه ببینن، چون سرویس‌ها اصلا بای دیفالت وارنیبل هستن، یعنی آسیب پذیرن، و خب هکر مشغول میشه به اون سرویس ها، یا اینکه اگر ورمی تو شبکه باشه سعی میکنه وارد اون سرویس ها بشه و ما اینور متوجه میشیم که یه اتفاق غیر طبیعی داره رخ میده. اینجا داریم میبینیم که توضیح داده شده که همچین شبکه راه افتاده. این شبکه چیزی نیست که تو این تاریخ میخواستن راه بندازن، یه چیزی که راه افتاده و یه بخشی از کشور رو پوشش داده. در انتها می‌بینیم که سازمان فناوری اطلاعات ایران متولی پروژه هانینت ملی هستش، مرکز ماهر، و این کار استارت خورده و کار خیلی خوبیه به نظر من، کار خیلی خوبی بوده، ولی واقعیت اینه که کار خیلی خوب و کار خوب زمانی خوب و خیلی خوبه که یه خروجی پررنگی هم بده و یه جایی کاربرد داشته باشه، نه صرفاً یه سری سیستم روشن باشه و درگو مصرف کنه. بذارید ببینیم که خبر بعدی چیه. دوی اردیبهشت این خبر مهمه. دوی اردیبهشت 1396 یه خبری اومده که توضیح داده که شبکه ویروسی به هانینت ملی راه افتاده و داره ویروس ها رو شناسایی میکنه دیگه، جلوی خیلی از ویروس های خطرناک رو تا حالا گرفته، خیلی از ورما رو جلوشو گرفته، خیلی از اتاکا رو جلوشو گرفته. و اینجا داریم یه بخش رو میبینیم که برای من خیلی جالب بود. در این راستا با راه اندازی سامانه رصد در فضای مجازی، همکنون بانک اطلاعاتی کل IP کشور شناسایی شده و تمام آدرس های IP کشور در صورت آلوده شدن به یک نرم افزار مخرب و یا حمله، حالا اینجا سایبری بوده احتمالاً، قابل شناسایی خواهند بود. پس ما یه دسترسی خوبی به کشور داریم و پوشش داریم به کل کشور. و باز هم اینجا میبینیم که توضیح داده شده که مدیریت اون سازمان گفته که شبکه هانینت ملی این قابلیت رو داره که جلوی تمامی ویروس ها و نرم افزار مخرب رو با 2000 سنسور شناسایی کنه و جلوشون رو بگیره. حالا شاید نتونه جلوشون رو بگیره، ولی شناسایی هم خیلی حرکت خوبیه و کلن این پروژه خوبی بوده. ولی بذاریم ببینیم این پروژه با وجودی که پروژه خوبی بوده، آیا پروژه موفقی هم بوده یا نه. تاریخ رو یادمون باشه، 2 اردیبهشت 96، 20 روز بعد، یعنی 22 اردیبهشت 96، یه بدافزاری اومد، یه باج افزاری اومد به اسم WannaCry. فهم کنم تو این جمع کمتر کسی باشه که وانکرای رو ندونه چیه، ولی من یه توضیح کوتاه میدم.
یه باج افزاره، باج افزارها یه نوع بد افزارن، با این تفاوت که فایل های سیستم رو بعد از اینکه انکریپت میکنن و رمز میکنن، از قربانی درخواست یه کاری میکنن. حالا این کار 99% این بوده که پول خواستن و قربانی باید اون کار بکنه تا کلید رمزنگاری رو بهش بدن و بتونه به فایلش دسترسی داشته باشه. جمعه 22 اردیبهشت نسخه 2 واناکرای ریلیز شد و تو اینترنت پخش شد. واناکرای قبلا هم بود، با این تفاوت که در 22 اردیبهشت از اکسپلویت اترنال بلو استفاده کرد و با این اکسپلویت تونست خودش رو تکثیر کنه تو کل دنیا. اگر تاریخ ها رو یادتون باشه، الان تقریبا 28 روز از زمانی که تولز NSA منتشر شد تو اینترنت داره میگذره. یعنی اینکه ما باید خب حساس می بودیم به یه همچین ابزاری که پخش شد تو اینترنت، یه راهکاری براش میچیدیم، چون اصلا غیر قابل پیش بینی نبود که موقعی که یه همچین چیزی هست در انتها تبدیل به یه سری حملات میشه. ببینید، ما داریم در مورد یه حمله صحبت میکنیم که به نظر من خیر بود. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی که یه ورم توی یه شبکه در اسکیل اینترنت پخش میشه، اتفاقا باعث میشه که اینترنت امن بشه. یعنی اینترنت قبل واناکرای با اینترنت بعد واناکرای خیلی فرق میکنه و همین که دیدید دیگه، مجبورتون میکنه برید آپدیت کنید و این اتفاق برای تمام دنیا میفته و خیره اصلا. ولی حالا اصلا تصور کنید که واناکرای نمیومد، چه اتفاقی میافتاد؟ ما همه ساکت بودیم، چیزی هم نمیدونستیم، صدامون هم در نمیومد، همه چی هم خوب بود و یه سری آدم داشتن، یه سری آدم بجز NSA که قبلا داشت و میومد، هیچی، ولی به یه سری آدم بجز اونها هم داشتن استفاده میکردن و میتونستن به سرور نفوذ کنن، کما اینکه این کار اتفاق افتاده. یعنی توی این بازه 28 روز که زمان کمی نیست، بعدن اثبات شد که کمپین های مختلفی از پخش بدافزارها با هدف نصب ماینر روی سرورها و به دست آوردن کریپتوکارنسی ها می اومدن و سیستم ها را آلوده می کردن. بازم من یه توضیح کوتاه بدم. یه سری پول های مجازی وجود داره مثل بیت کوین که خب برای به دست آوردنش یه راهش اینه که ماین کنید و از ریسورس های سیستمتون استفاده کنید برای ماین کردن. خب یه سری هکر هم هستن که میان سیستم شما را آلوده می کنن و از ریسورس های شما استفاده می کنن، تاش اونا پول در میارن و این کارو می کردن. یعنی 28 روز گذشته این اتفاق داشت رخ میداد. من دو نمونهش رو دیدم توی 28 روز گذشته رو سرورهای خودم و بعدن هم این ثابت شده. این چیزی که من دیدم هم به صورت خبر پخش شد که بله، قبل از واناکرای این اتفاق میافتاد تو اینترنت و هکرها داشتن این کارو میکردن. باز هم من توضیح میدم که یه همچین اتفاقی که توی دنیا میافته اصلا چیز بدی نیست. یعنی این که کمک میکنه به ما که امن‌تر شیم، حتی به شرکت‌ها. یعنی حتی شرکت‌هایی که باید پچ ریلیز کنن تو این تاریخ‌ها دیگه مجبور میشن که یه کارایی فوق‌العاده‌ای بکنن. مثلا شما مایکروسافت رو دیدین، بعد از اینکه واناکرای ریلیز شد مجبور شد برای ویندوز XP هم پچ بده بیرون، ویندوزی که اصلا منقضی شده بود دیگه، ساپورتش نمی‌کرد. بریم اسلاید بعدی ببینیم که عکس‌العمل ماهر بعد از اینکه واناکرای اومد چی بود. ببینید، 22 جمعه 22 اردیبهشت واناکرای میاد و واناکرای تمام کاری که انجام میده رو همون 8 ساعت اوله و ما خبری از مرکز ماهر نداریم تا فرداش 23 اردیبهشت. اولین اطلاعیه مرکز ماهر میاد بیرون که تو اون توضیح میده که من 200 قربانی داشتم تا الان در ایران و یه توضیح در مورد واناکرای میده، در مورد اترنال بلو میگه و اطلاعات خوبی میده. اطلاعات خوبیه، ولی یه مشکلی وجود داره. اونم این که از نظر من تمام رقمای روند دنیا رقمایی هستند که هیچ ارزشی ندارن. چون نمیدونم علت این که ما رقم روند اعلام میکنیم چی میتونه باشه. دو تا دلیل داره، یا ما نمیدونیم یا ارزشی برای مخاطبمون قائل نیستیم. یعنی که حالا نمیخوایم همون بدونه، ما میدونیم نمیخوایم کسی بدونه، پس چرا میگیم اصلا؟ میدونید عجیبه دیگه، نمیدونم، واقعا نمیدونم پوینتشو نمیدونم چیه. ولی برای خود من وقتی که به امریکا اومدم جالب بود، موقعی که دیدم که اینجا شما میتونی حتی از پلیس لوکال و محلی خودت هم گزارش سایبر سکیورتی بگیری با پریودهای تایمی که مشخصه، حتی FBI سالیانه 6 ماهه
گزارش سایبر سکیوریتی با ریز اطلاعات به شما میده که شما میتونی از این استفاده کنی. به چه دردی میخوره این گزارش؟ یکی از چیزهای خیلی مهم میشینه که آدمایی که کارشون مثل منه میدونن دارن چیکار میکنن و مسیر رو کنوبری باید برن. بله، این که شرکت ها و سازمان ها که اونا هم یه سری مشاور مثل من دارن، اونا هم میدونن که الان مخاطرات کدوموریه و چه چیزایی پررنگ تو دنیا و هکرها و کلاهبردارا الان کدوموری دارن میرن و جلون قصه رو بگیرن. خب بذارید ادامه بدیم. پس یه 200 قربانی رو ما روز اول داشتیم. 23 اردیبهشت یعنی همون تاریخ ما توی تلسکم اومدیم از یه ابزاری که ریلیز شده بود آنلاین، یه ابزار پایتون اوپن سورسی بود که کار جالبی میکرد. میومد یه رنج آی پی رو اسکن میکرد و اگر اون رنج آی پی سروری توش وجود داشت که آلوده شده بود به دابل پارسار به شما خبر میداد. ببینید، نمیتونست بگه که این سرور وانا کرای گرفته یا نه، ولی میتونست بگه که این دابل پارسار داره یا نه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که سروری که اینجا دارید میبینید و دابل پارسار داره، به این مفهوم که این سرور قبلا توسط فریمورک NSA آلوده شده، یعنی حتما اکسپلویت شده و حتما اون بکدور NSA رو اون سرور نصب شده. خب اینجا یه سوال مطرح میشه، اونم این که آیا NSA این سرور آلوده کرده؟ جواب نه. همونجور که بهتون گفتم، ما در مورد تقریبا یک ماه از زمان ریلیز تا اومدن واناکرای داریم صحبت میکنیم. توی این مدت کمپین های مختلفی تو دنیا که کارشون هکینگ و از راه هکینگ پول در میارن، این ابزار براشون بهشت بوده و از این ابزار استفاده کردن و سرورهای مختلفی رو تو دنیا اینفکت کردن و ابزارهای ماینرشون رو ریختن و همشون هم هدفشون ماینینگ بوده. چرا ماینینگ؟ به خاطر اینکه باز هم سر همون بحث قدیمی که موقعی که من یه نرم افزار ماینینگ رو کامپیوتر شما نصب میکنم، رو سرور شما نصب میکنم، شما به هیچ عنوان به این زودی ها نخواهی فهمید که من اونجا هم. چون این ابزارهای ماینینگ یه پوشمندی جالبی هم دارن، چون از تمام ریسورس های شما استفاده میکنه و سی پی یو لود شما 100% میشه، میاد تعریف میکنه براش که اون موقعی که شما پای سیستم هستی این ابزار کار نکنه، یعنی فقط موقعی که شما پای سیستم بلند میشی سی پی یو شما 100% لود خواهد شد. پس یه ماینر میتونه رو سرور شما باشه و شما متوجه نشید، اونم داره کارشو میکنه، زندگیشو میکنه، شما هم داری زندگیتو میکنی، حالا سرورتی کم کنتر شده ولی خب خیلی هم متوجه نمیشی. پس آلردی الان این سیستم ها احتمالاً ماینر دارن ولی لزوماً واناکرای ندارن، ولی میتونن واناکرای هم بگیرن در چند روز آینده. بذارید ببینیم که تقریباً 11 میلیون و اگر اشتباه نکنم 11 میلیون و 800 هزار آی پی رو ما اسکن کردیم. تو این اسکن 13841 آی پی وجود داشت که پورت 445 باز داشت. اولا که بودن اصلا پورت 445 شیرینگ باز تو اینترنت خیلی جالبه. چرا باید این هم چیزی باشه اصلا؟ حالا اینقدر آی پی ما داریم که هم چیزی باز بود. دقت کنید که ما آی پی های ولید رو هم چک کردیم، یعنی اینکه میتونه یه سیستم واناکرای بگیره با یه آی پی ولید و بعد داخل شبکه پخش بشه. اونجوری این آمارا، در هر حال این آماری که ما داریم به شما میدیم، این آمار خیلی کاملی نیست و احتمالاً تعداد اینفکت ها خیلی بیشتر از این رقم ها بوده. تعداد چیزایی که آردی تو تاریخ 23 اردیبهشت سروره که آردی اینفکت بود به دابل پارسار 1745 تا بود. یک شنبه 24 اردیبهشت 96، چند روز داره میگذره از اومدن واناکرای؟ 48 ساعت داره از اومدن واناکرای میگذره. تو اطلاعیه شماره 2 مرکز ماهر همچنان رقم 200 تا قربانیه. چطوری ممکنه یه همچین اتفاق بیفته؟ یعنی که یه نفرم بیشتر نشد توی 48 ساعت؟ نمیدونم، این دوباره نشون میده که این رقم ها یه رقم های عجیب غریبیه که نمیدونم با عجله نوشته شده یا بهش فکر نشده. در هر حال یه فایل خیلی خوبی هم ماهر اینجا گذاشته، تو اون فایل توضیح داد برای پیشگیری باید چه کاری انجام بدیم. در کنارش مرکز ماهر یه شماره تماس داده که کسایی که آلوده شدن میتونن با این شماره تماس بگیرن. دقت کنید که توضیح داده که در صورت برخورد با آلودگی در اسرع وقت موارد را با شماره تماس فلان فلان با مرکز ماهر در میان بگذارید. یعنی که
اگر میخواید پیشگیری کنید با این شماره تماس نگیرید، این متن رو بخونید، ولی اگر شما آلوده شدین زنگ بزنید. خب من آلوده شدم، زنگ میزنم مرکز ماهر ببینیم که مرکز ماهر جواب منو چجوری میده. تقریبا یه تماس 7 دقیقه‌ایه، با هم گوش کنیم. برای گرفتنش فکر نمی کنم راهکاری فعلا داشته باشه. من هم آخه من دیدم که زدید که برای 200 سیستم تا حالا برطرف شده. ادامهش هم بخونین، دو سه تا مطلب پای سر هم اومده. یه الان من پرداخت کنم پول باجو؟ یعنی الان چون نه 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 پاجو نه، پرداخت نکنین فعلا. شما دو روز میشه وقت مهمه. بله اطلاعاتم خیلی مهمه. بعدی که چون بیشتر من شرکت آبان کابان اجازه بدین یه لحظه گوشه خدمت ها. بله بکاوی از سیستمتون نداری؟ نه متاسفانه نگرفتی؟ نه نه متاسفانه. حالا من میخوام ببینم که الان با چیکار کنم، یعنی که حالا بله پیشگیری ها رو من دیدم. شما سایت مرکز ما رو رفتین ببینین دیدین؟ بله بله اون برای پیشگیری بود. حالا من میخوام ببینم که الان که من این فکر شدم چیکار کنم، یعنی که دو روزم بیشتر وقت ندارم پرداخت کنم بیت کوینشو. نمونه ای داشتید که پرداخت کرده باشه تا الان؟ 28 مورد پرداخت کردم. ولی کلیدی دریافت کردم اونا پرداخت کردم؟ حتما همینطور بوده، ولی من توصیه نمی‌کنم پرداخت کنین. نه شما نمونه من سوالم عذر می‌خوام، سوالم اینه که شما خودتون نمونه از ایران داشتید که پرداخت کرده باشه کلید گرفته؟ چون من مطمئن نیستم که پرداخت کنم کلید میگیرم. ببین جناب، این دو سه روز این بدافزار اومده و در واقع رو سیستم معمولا باجگیرا که میان رو سیستم اول براش در واقع راهکاری نیست، یعنی معمولا همه اون سیستماشون رو نگه میدارن. حالا شما میگیم من در واقع دو روز خورده شما بهتر از من میدونید. الان زدی که مثلا اولا که زدی دو روز بیشتر وقت ندید که این 300 دلار رو بدی، اگه اون دو روز هم تمام بشه که 3 روز بوده دو روزش مونده، نوشتی که 4 روز بعد باید 600 دلار بدی و بعد از اون نوشتی که خاک میکنه فایده من، یعنی کلان 6 روز وقت دارم. درسته، ولی من خدمتتون دارم عرض میکنم، میگم براش معمولا راهکاری میاد، حالا بر بعضیشون اومده و بعضیشون نیومده. اینو نمیتونم من به شما بگم که هر میاد بر بعض از بازرفتارا اومده، بر بعضیشون هنوز که هنوز نیومده. معمولا من توصیه نمیکنم که بخوایم در واقع این پولو بخوایم پرداخت کنین. حالا اگه اون فایل پی دی اف، اون فایل پی دی اف ما رو خوندین؟ بله بله. تو شما یه شماره تماس بدین به من، راهکاری من تا الان که میدونم براش نیومده. حالا من یه سوال خیلی کوچیک از شما دارم که اینو نتونستم جوابشو بگیرم از شما. ببینید من الان اینفکت شدم، 6 روز وقت دارم، میگید من 6 روز صبر کنم؟ والا ببین، من اگر الان به شما بگم پولو پرداخت کنی اصلا راهکار درستی به شما نگفتم. خب شما مورد زیادی داشتید. من میخوام مشورتی با یکی از همکاران بکنم جان. بله بله بفهم. من یه مشورت با همکارام بکنم ببینم می راهکار دیگه ای هست که بتونن اطلاعات شما رو حالا بازگردانی کنن. شما الان تا الان این 200 موردی که داشتید اینا همه صرف کردن؟ اینا سروراشون مورد آسیب قرار دادن و حالا من تا اون چیزی 28 موردش رو میدونم که حالا پول رو پرداخت کردن. 28 از ایران بوده؟ اینو نمیدونم، یعنی این اطلاعات طبقه بندی شده است، من نمیدونم.
خیلی خب، پس نمیدونید که من پرداخت کنم یا نکنم؟ نه شما بنادم پرداخت که نکنید چون تضمینی نداره، تضمینی نداره قربان. اگه شما پرداخت کنین اونا کلیدو به شما بدن. میدونم میدونید من یعنی امیدوار بودم که شما مثلا یه مورد داشته باشید که پول پرداخت کرده کلید گرفته، یا مثلا پول پرداخت کرده کلید نگرفته، میدونید. بعد من بگید که مثلا این کار بکنم یا نکنم، چون الان دو روز دیگه بگذاره بشه 300 تا یا 600 دلار بدم. بذار من این شماره به شما بدم، شما مستقیم با ایشون صحبت کنین، خیلی فکر کنم راهکار بهتری به شما بدن. 84 80 بله 24 24 24 آقای موسوی. بله 84 80 24 24 و 84 80 24 51. بله آره تماس بگیرین، مطمئنم راهکار بهتری بهتون میدم. ولی من تا این جایی که میدونم این معمولا با جرفسارا مشکلات خاص خودشون دارن. حالا شما اطلاعات اینقدر مهمه، من نمیدونم چرا کاری میشه توصیه کرد. مطمئنم دوستان من فقط دنبال تجربه شما بودم، اما که مثلا خب شما مطمئن با اطلاعات مهم اینجوری برخورد کردید، مثلا دنبال جاش نیستم. همونم که اینایی که اطلاعات مهمی داشتن مثل من و خب الان تو همین کورس قرار گرفتن و 6 روز وقت دارن، چیکار میکنن؟ تب میکنن؟ از من به خدمتتون معمولا من این همچه سوالی البته من برخورد نکردم، چون ما اطلاعاتمون یه جورایی، حالا من کارشناس پاسخگویی ام، دوستان کارشناس مربوط به بخش‌های مختلفه، این بخش مربوط به من در واقع نمیشه. ولی خب شما تماس با آقای مونده، آره تماس بگیریم مطمئنا را. من میگم که پرداخت نکنین اصلا در هر صورت، چون احتمال تا اینجایی که من برخورد کردم خیلی هاشون بوده این باج افسارا حتی اون کیو بهشون ندادن. بله خب حالا در 6 روز هم یه ذره پاک میکنه اطلاع یعنی یه راهی خبری تصمیم گرفته باشه. آخه چطور شما به اصلا به نظر میاد که حالا خودتون هم وارد هستین، عجیبه که حالا یه بکاپ نگرفتی از آره دیگه این اکسلش رو برده تو چه میدادم؟ آره مال سیستم خودم نبوده، مال یکی از همکارا بوده و من اطلاعات مهمی هم روش بوده. حالا ممنونم، خیلی لطف کردید که راه نمایی کردید. خواهش میکنم، دفت من هستم. خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدارش. با هم شنیدیم تماسی که من با مرکز ماهر گرفتم. دوست داشتم که یه تبادل دو طرفه داشتیم، ببینم که نظر شما در مورد این تماس چیه. ولی حالا که این فیلم ضبط شده است، منصفانه من بهتون بگم که این کارشناس خیلی فرد باهوشی بود و تمام جوابی که من داد بر اساس هوش آکیو خودش بود و هیچ چارتی و هیچ لیستی دست این آدم نبود و هیچ چارچوبی دست این آدم نبود که باید 1 2 3 این کارا رو انجام بده. و خب این تماس هم برای این نبود که کسی که آلوده شده زنگ بزنه چی بگه، چون حتی یه آمار ساده هم از من نگرفتن که تو کی هستی، از کدوم شرکت هستی، شماره تماست چیه، یا اگه نمونه قراره نمونه برداری بشه نمونه تو برای ما بفرست که اگر ما یه اتفاقی دیدیم بهت زنگ بزنیم. پس اصلا کسی دنبال این نبود که من اینجوری کمک کنه. ولی خب خودش فرد باهوشی بود، یکم منو دعوا کرد که چرا بکاپ نگرفتی، به قیافت میخوری که برکاب بگیری ولی نگرفتی. صحبت دوستانه بود برای اینکه حال منو یکم بهتر کنه. تماس خوبی بود، یعنی یه تماس مشاوره‌ای بود که من زنگ زدم و مشاورم یا دوستم با هم حرف زده در مورد باجفسا رو من حرف زده، ولی کمکی به من نکرد. و همون جوری که میتونید تصور کنید، من متاسفانه های موسوی رو توی 2 روز آینده پیدا نکردم با اون شماره که دوست ما بهم داد. و خب احتمالا سرشون شلوغ بوده و کاملا مشخصه چرا سرشون شلوغ بوده و قابل درکه. یه نکته خیلی مهم دیگه که توی این مکالمه بود این بود که 28 مورد پرداخت داشتیم تا تاریخ یکشنبه 24 اردیبهشت، که این 28 مورد پرداخت رو ماهر خبر داره. بریم ببینیم که توی دوشنبه، تاریخ دوشنبه 25 اردیبهشت 96، دوباره همون اسکن رو ما انجام دادیم، همون بررسی رو انجام دادیم رو تعداد آی پی ایران، که این گزارش رو شما میتونید توی telescam.ir/wannacry مشاهده کنید. این پراکندگی رو نقشه پراکندگی صحیحی نیست، به خاطر اینکه ما آدرس های آی پی که داریم لوکیشنش خیلی مشخص نیست و اینا میتونه دقیق نباشه.
ولی افت شدید تعداد سیستم هایی که دابل پارسال داشتن اینجا شما میتونید ببینید. این به این مفهومی که اینترنت داره جای امتری میشه تو این تاریخ برای ایران. یعنی اینترنت ایران امتر شده، یعنی سیستم هایی که باید اینفکت میشن شدن و تعداد سیستم هایی که هنوز احتمال اینکه اینفکت بشن دارن تقریبا 1/10 شده. حتی تعداد سیستم هایی که لایف هستن و پورت 445 داشتن هم میبینید که کاهش پیدا کرده. یه توضیح اینجا داریم روی این اسلاید، اونم این که این اسلاید داره به ما نشون میده که WannaCry توی تاریخی که پخش شد چقدر تونست سیستم اینفکت کنه و فرایندش چجوری ادامه پیدا کرد. ببینید تمام این تیکه‌ای که نمودار کشیده به بالا، داریم در مورد چند ساعت صحبت میکنیم، از 8 صبح تا 20 پی ام که میشه 8 بعد از ظهر. کل رخداد و کل حادثه این بوده و کل این سرعت رشد این فکت تو این تاریخ اتفاق افتاده، بیشترین سرعت رشدش اینجا بوده که حالا علت این که نمودار اینجا اومده پایین رو هم دوستانی که در جریان هستن میدونن. WannaCry تو این نسخه ای که ابتدا منتشر شد و داشت پخش میشد یه سری کیل سویچ داشت که یه نفر پیدا کرد و اون کیل سویچ استفاده کردن و جلوی انتشارش رو گرفتن. ولی این نمودار شبیه نموداریه که ما احتمالاً در اون هانینت ملیمون داریم. چرا؟ به خاطر اینکه تا قبل از اینکه WannaCry استارت بخوره ما احتمالاً تو هانینت ملیمون یه خطی رو پورت 445 که دیفالت ترین پورتیه که مونیتور میشه توی هانی پات داریم که اون خط احتمالاً این شکلی بوده چون همه چی نرمال بوده و ما یهو یه همچین صحنه ای رو توی اون هانینت ملیمون عیناً شکل همین شکل رو تو همین تاریخ و همین ساعت داریم. اگر ما یه پروژه‌ای داریم که داره یه همچین چیزی رو ما نشون میده، خیلی مشخصه که ما یه ترافیک خیلی وحشتناکی رو یهو رو پورت 445 داریم، اصلا نمیدونیم چیه، WannaCry X Y Z هر چی که هست، ولی این شکلیه. پس نشون دهنده یه حمله است، نشون دهنده یه اتفاقه. ببینید مدیریت کردن یه همچین حمله تو ایران کار راحت‌تریه تا تو امریکا. چرا؟ به خاطر اینکه ما کلا یه دونه گیت‌وی داریم، یعنی تمام ترافیک اینترنت ما از یه جا رد میشه. پس مدیریت کردن یکی دو تا رول روی گیت‌وی نباید کار سختی بشه برای مرکز ماهر تا اینکه جلوی همچین حادثه‌ای گرفته بشه. حالا نه تمامش، ولی بخش عمده ای از این حادثه رو میتونه جلوشو بگیره. کما اینکه بهتون گفتم که 30 روز هم ما وقت داشتیم، تقریبا یک ماه هم وقت داشتیم که بدونیم و پیش بینی کنیم که همچین چیزی میاد و یه همچین موجی شکل میگیره و همچین اتفاقی قابل پیش بینی بود. به نظر من چهارشنبه 27 اردیبهشت اطلاعیه شماره 3 مرکز ماهر رو داریم. این اطلاعیه پاک شده، من نمیدونم یکی دو تا از این اطلاعیه پاک شده از روی سایت ماهر، نمیدونم چرا. البته اینو میتونم حدس بزنم ولی بقیه رو نمیدونم چرا. اطلاعیه شماره 3 مرکز ماهر تو اون تاریخ این بود که بیاید از شرکت امپرداز نمیدونم ضد باج افسار رو بگیرید. یعنی اینکه عملا مرکز ماهر داشت تبلیغ میکرد که بیاید یه چیزی رو نصب کنید بخرید این شرکت، یعنی من رایگان پولیه اینو نمیدونم، ولی در هر حال داشت محصول رو تبلیغ میکرد. حالا نمیدونم، نمیخوام بگم که قضاوت کنم کار خوبیه کار بدیه، ولی در هر حال تو این تاریخ داشت که همچیزی رو تبلیغ میکرد. اطلاعیه شماره 4 مرکز ماهر تو همون روز یه اطلاعیه دیگه است که داره میگه که من اومدم تمام آی پی آی کشور رو اسکن کردم و اگر آسیب پذیری رو رصد کردم به اطلاع مالکین آی پی آی رسوندم. این شبیه کدوم کاره؟ این شبیه این کاره. یعنی دقیقا یه همچین کاری رو احتمالاً ماهر انجام داده. سه شنبه 2 خرداد مرکز ماهر اطلاعیه شماره 5 خودش رو داده که تو این اطلاعیه توضیح داده که اگر سیستمتون WannaCry گرفت میتونید نمیدونم مموریش رو دامپ کنید و منتظر شید کلیدش بیاد، یا یه ابزاری رو توضیح داده که دقیق من نخوندم ولی اون کلیاتش مقاله خوبی بود، ولی الان از دسترس خارج شده، قابل دریافت نیست، نمیدونم چرا. و توضیح داده بود که حالا یه توضیح فنی بود که میتونید مموری رو دامپ کنید برای یه روزی که کلید بیاد و این یه همچین چیزایی، و خوب بود، این راهنمای خوبی بود، جای تشکر داره، ولی الان در دسترس نیست، نمیدونم چرا. و اما اطلاعی آخر مرکز ماهر در مورد WannaCry اطلاعی شماره 6 بود که سه‌شنبه 9 خرداد اینو داده. نمیدونم چند روز میگذره از روزی که اومده، خودتون حساب کنید. اینجا مرکز ماهر توضیح میده که 4000 تا قربانی در کشور داشته WannaCry. بازم یه عدد روند دیگه.
یه عددی که عجیبه. چرا آخه باید چهار؟ من نمیدونم چرا روندش میکنن به بالا به پایین. شاید چرا آخه باید روند بشه به بالا یا پایین؟ بالاخره یه عددی داریم دیگه، اون عدد چنده؟ قطعا اون عدد 4000 تا نیست. ولی حالا اگر هم فکر کنیم که یه چیزی بین 4000 تا است، این نشون دهنده اینه که اون گزارش اولیه که تلسکم داده بود درسته، چون این رقم نزدیک به همون پیشبینی که تلسکم تو سایت کرده بود و احتمالاً همین رقم ها بوده. تعداد قربانیایی که توی ایران بودن و به مرکز ماهر هم خبر داد. خب بذارید ببینم. اوکی، این دیگه رخداد جهانی بود که رخ داد و ما عکس العمل مرکز ماهر رو نسبت به همچین حادثه‌ای با هم بررسی کردیم. خیلی من نمیخوام این موضوع قضاوت کنم، ولی خب قضاوت میسپارم به شما. همه حرفامو زدم، قضاوت میسپارم به شما که اینکه نباید اینجوری برخورد بشه. باید یکم ما آماده تر باشیم برای همچین حادثه‌ای، با توجه اینکه ما هانینت ملی داریم، با توجه اینکه ما این همه آدم با استعداد داریم، با توجه اینکه این همه سواد داریم تو ایران، و همچین چیزی به نظر من یکم ضعیف عمل شد. بریم ببینیم که مرکز ماهر با یه حادثه داخلی چیکار میکنه. جمعه 12 خرداد 96 مرکز ماهر سایتش از دسترس خارج میشه و یه همچین شکلی رو ما میدیدیم تو اون تاریخ. شنبه فرداش 13 خرداد 96 سایت مرکز ماهر هیچی بالا نمیومد جز یه عکس. یعنی اینکه کل سایت رو عکس گرفته بودن، یه عکس گذاشته بودن تو سایتشون. تازه عکس هم سیاه‌سفید بود یه جاییش. و 2 دقیقه بعد عکس هم برداشتن، نوشتن که با عرض تسلیت بابت ایام جانگوداز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی، اطلاعات مربوط به این سامانه طبق اطلاعی مورخ فلان دولت در حال انتقال به مرکز داده دولت میباشد. یه وبسایت آخه انتقال دادنش چقدر زمان میبره که تا الان 24 ساعته که سایت دانه، یا اینکه عکس میذاریم، یا اگه اصلا عکس خیلی چیزه، خیلی اولین بار بود تو زندگی من میدم یه سایتی رو بر میدارن جاش عکس میذارن. جز دیفیس من حالت دیگه رو ندیده بودم، یعنی هک میکردن یه چیزی عکس میذاشتن، ولی من ندیده بودم. نمیدونم میخواد مثلا بگه چی، بگه که اصلا واقعا پوینت اون کسی که یه همچین تصمیم گرفته چی بوده که ما هستیم ولی مثلا عکس هستیم، یا مثلا مطمئن بودی کسی کلیک نمیکنه تو سایت، فقط میان سایت رو باز میکنن، اه خوشگله میرن. نمیدونم، خیلی خیلی کار عجیبی بود و خاطره خوبی بود. در هر حال این تاریخ ها اگه بدونید که مصادف هستش با رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی، تاریخایی که تعطیل دیگه، تعطیل رسمی ایران. پس خب احتمالاً اون آدمایی که باید این کارو هندل می‌کردن درگیر کار دیگه بودن یا مرخصی بودن و حوصله نداشتن که این کارو ادامه بدن، با یه همچین اطلاعیه این قصه رو جمعش کردن. اگر خب یه پینگ ساده همه بلد باشن، میتونن متوجه بشن که این حرف مرکز ماهر درست نبوده، یا حتی اگر درست بوده 1%، حتی اگر درست بوده، انتقال دادن یه همچین وبسایتی که کل حجمش احتمالاً دمگم نیست، تغییر یه دی ان اس دیگه و اصلا کار سختی نیست و احتیاج به این همه دان تایم و اطلاعیه و اینا قطعا نداره. و خب یه اطلاعیه هم مرکز ماهر دوباره رو سایتش داد که 14 خرداد این اطلاعیه، یعنی 48 ساعته که ما سایت مشکل داره، اطلاعیه داد که ما انتقال پیدا کردیم به مرکز دولت. و خب خیلی مشخصه که موقعی همچین اتفاقی برای مرکز ماهر میفته، اولین ذهنی که میره اینه که حمله سایبری بوده دیگه. حالا خودشون تکذیب کردن که این حمله سایبری نبوده. به نظر من حمله داخلیه یه جورایی. از هرچی حمله سایبری همچین کاری بدتره و عجیبتره. حالا باز هم من قضاوت رو به شما میسپارم. مورد نهایی که در مورد صحبت میکنیم، در مورد این که مرکز ماهر داره چیکار میکنه، یعنی جدا از وظایفی که داره، یعنی چارچوب وظایفی که داره، آیا داره چه سرویسی ارائه میده. یه سری سرویس ها شما تو وبسایتش میتونید ببینید که خب مشخصه کاری که داره میکنه. یه ابزار سامانه ویروس کاو و اینا، ابزار خیلی خوبیه که ماهر روش کار کرده. به نظر من یه دانشی رو به سمت ماهر میبره. حالا من تیم داخل ماهر رو نمیدونم کیان، ولی سطح دانش اونا رو بالا میبره. بلیمه که ماهر خب داره اکثر این سرویس ها رو از آپا ها میگیره، کمک میکنه مرکز آپا سرگرم باشن، بچهاش دانش کسب کنن، اینا خیلی کار خوبیه. ولی بذارید ببینیم که مرکز ماهر برای یه رخداد دیگه چیکار کرده.
من ببینم که مرکز ماهر آی پیش چیه. خب مرکز ماهر ریسال میشه به این، من یه هویز ازش بگیرم ببینم که مرکز ماهر آی پیش کجاست. مرکز ماهر اون موقعی که هویز ازش میگیری شما رو میبره به سمت یه آی پی تو آلمان و یه تیم که یه کاری دارن میکنن برای ماهر و اینا، یه شرکتی به اسم اروند کلاود که اومده به سازمان ها شرکت ها سرویس کلود ارائه میکنه، اولین سرویس کلود بومی ایران و خیلی هم کار خوبی داره میکنه. ولی واقعیت اینه که آیا این شرکت کلود هست یا نیست و آیا اصلا خب چه نیازی داشته که از آی پی، حالا من صحبت کردم باشون که چرا آی پی آلمان ریجست کردن، دلیل قانع کننده ای برای من نیاوردن، ولی اون دوستی که با من صحبت میکرد گفتش که در هر حال این آی پی الان ایرانه و ترافیک از ایران خارج نمیشه. ولی حالا چه لزومی داشت که در هر حال یه هم چیزی باشه، چرا سرورشون داخل ایران نیست یا به آی پی ایران نیست، اینو من نمیدونم. ولی یه نکته وجود داره، اینه که این شرکت اومده سرویس کلود ارائه میکنه و پوینتش هم برای همه مشتریاش اینه که من جلوی دیداس رو میگیرم. و خیلی جالبه سینک یه سری زمانها، خیلی جالبه اینکه اگر خاطرتون بشه یک دیداسی رخ داد روی سازمانهای دولتی ایران و این دیداس سطحش خیلی گسترده بود، یه چند تا سرور بانکی بود، خود مرکز ماهر بود، سازمان فناوری بود، نمیدونم با یه چند تا دیگه که اینا همشون هم IIS استفاده میکردن و دیداس شده بودن. بعد اون یو ارون کلود، هی اسم شما میشنیدیم که داره این کارو میکنه. ولی خب نکته ای که وجود داره که یه جایی مثل ارون کلود که داره اینقدر پول میگیره بابت این همچین سرویسی و رقمش هم اون چیزی که من شنیدم یه رقم خیلی وحشتناکیه بابت ماهیانه که از شرکت ها سرویس میگیره، الان داره به ماهر سرویس میده. ساده ترین و اصلی ترین اصولی که من بعد از اینکه سرویس کلود به شرکت میدم اینه که اون شرکت دیگه نباید با آی پی اصلی خودش در دسترس باشه. چرا؟ چون اگه من بخوام دیداس بکنم دیوونه که نیستم که بزنم cert.cc.ir، من آی پی اصلیشو پیدا میکنم و آی پی اصلیشو دیداس میکنم به عنوان یه مجرم. پس برای مجرم کار سختی نیست که آی پی اصلی ماهر رو پیدا کنه و اونو دیداس کنه. حالا آی پی اصلی ماهر مثلا توی مثال ما 195، مثلا ببینیم که چی میاره بالا. بله، سایت خود ماهر میاره بالا و این آی پی سرور اصلیشه. حالا من از اونجایی که آدم کنجکاوی هستم همین آی پی رو 138 رو یه دونه یه دونه کم و زیاد کنیم ببینیم سرورهایی که دور سرور ماهر از چی هست. یه میل سرور میبینی رو آی پی 85، یه شرکتی به اسم کهکشان، البته این با اون شرکت کهکشان متفاوته چون بچه کهکشان هم اینو دیدن و براشون جالب بود. خدمات دولت داریم اینجا، یه سری وی ام ور داریم تا دلتون بخواد، بعد یه سری ابزار داریم، گزارش رخداد داریم و گزارش رخدادهای سازمانی داریم که اینجا در دسترسه، پس رنج آی پی که سرویس های مهم می روشه. خب یه سخت جالب اینجا داریم، اونا بازیه، یعنی ما روی رنج همین آی پی با آی پی 93 دقیقا کنار سرور مرکز ماهر گروه بازی کهکشان رو داریم. یعنی شما میتونید بتلفیلد بازی کنید، یه سروره که به شما 4-5 تا بازی میده، بتلفیلد و کانتر استرایک و سه دیگه، 24 تا پلیر داره و اصلا برای من شوکاور بود یه همچین چیزی. این اونجا چیکار میکنه و ارتباط با ماش هم هیچ چیز خاصی نداره، توضیحات این شرکت هم اطلاعات خاصی نداره. شرکت کهکشان در سال 1980 تأسیس و کار خود را آغاز نموده است. در حال حاضر همین 3-4 تا بازی داریم ما با یه سری گروه تلگرام و اینا که توی گروه تلگرامش هم چیز خاصی شما نمیتونید پیدا کنید چون اصلا خیلی هم بازیکن نداره، یه سری آدم با همن خودشون دارن بازی میکنن، انگاری که یه سروری بوده گفتن خب بیکاره دیگه اینم مال تو. ببینید ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم، داریم در مورد این صحبت میکنیم که خب اگر یکی بخواد ببینه که حالا مثلا اینجا رخدادهای سازمانی ما که داره ثبت میشه کجاست، این کنار سرور بازی بتلفیلده و خیلی وحشتناکه. نمیدونم اوج این وحشتناکی رو نمیتونم تو این پرزنت نشون بدم. حالا امیدوارم که این چیزا برطرف بشه، من اسمی براش نمیذارم، قضاوتم میسپرم به عهده شما و امیدوارم که درست بشه.
یه توضیح نهایی بدم در مورد باج افزارها و روند رو به رشدش. ببینید، دنیای سایبر سکیوریتی و جرایم رایانه‌ای تازه ابتدای کاره و تو ایران هم به این شکل نخواهد ماند، کما اینکه ما همین الان دو نمونه باج افزار ایرانی داریم که پخش شده تو اینترنت. دارید روند رو به رشد استفاده از باج افزارا رو می‌بینید. این باج افزار به این مفهومه که دیگه خلافکارها دیگه پول میخوان، دیگه هدفشون تخریب نیست. وقتی که میتونن پول هم در بیارن از کارشون، خب پول در میارن. دیدید که 28 مورد مرکز ماهر بعد 48 ساعت اعلام کرد که پرداخت شده. پس خب این هم یه روش پول در آوردن دیگه. تو خونت هم میشینی یا پول در میاری دیگه. روش بدی هم نیست برای مجرمین. راهکارها چیست؟ یعنی اینکه ما برای روند رو به رشد باج افزار چه کاری انجام دادیم؟ و نمیدونم، من چیزی نتونستم پیدا کنم تو اینترنت که ببینم واسه جلوگیری از یه همچین حوادثی توی ایران دقیقا چه کاری انجام میشه، الا اینکه پرداخت کنیم. شاید من تشکر میکنم از همه شما که وقت گذاشتید و این پرزنت رو دیدید. اگر هر سوالی دارید من در خدمتتون هستم و که به سوال شما جواب بدم. باز هم ازتون خواهش میکنم که مثبت نگاه کنید به انتقادهایی که تو این فضا از سازمانهای مخصوصا دولتی میشه. اجازه بدید که حرفا زده بشه، قطعا کمک میکنه به رشد یه همچین چیزی تو کشور. و ماها تا دیده نشیم، یه دوستی به من میگفت تو چرا اینقدر دمون ماهر حرف میزنه. خب ماهر اگه ببینه که ما داریم میبینیمش، من مطمئنم که امیدوارتر میشه، با امیدوارتر حرکت میکنه. این نظر منه. و تا نقد نشیم به نظر من خیلی کارامونو درست نمیکنیم. با تشکر از همه.